بیایم اینجا. من اومدم بحث اند اوف اور و اینا رو انجام دادم دیگه، درسته؟ حالا که از بچه ها داره میگه آقا خروجی که تو مثلا داری اند که میذاری اینجا، خب حالا ایکس کوچیکتر از ایگرگه، بله، و ایکس مساوی ایگرگه، نه 20 هم نامساوی 20، نه خروجی چیه؟ فالسه. آقا فالس رو چاپ نمی کنم، خالیه. این به چه درد میخوره؟ توی شرط ها استفاده میکنه، توی حلقه ها استفاده میکنه، توی ورودی ها استفاده میکنه دیگه. من قرار نیستش که مثلا فالس رو چاپ بکنم. اون که بینید فالس رو داره چاپ میکنه وردامپه، وردام چون تایپ رو برمیگردونه یا چاپش میکنه به این صورت. یا ما تابعی داریم به نام ایزبول. خب بیا اینا شروع کنیم، تابعه ها رو بهتون گفتم، تابعه های خیلی مهم. تابعی دارم به نام ایزبول، ریزالت رو میدم بهش، خروجی چی برمیگردونه؟ اینو خرابش کنیم. چی برگردون؟ هیچ. چرا؟ چرا؟ چون اکوش نکرد. خوشحالم که هیچ کس اصلا و چرا ما منتظر چاپ بکنن؟ اکوهت بکنید دیگه بابا جان. خوشی چی برگشت؟ یک. واقعا چرا خروجی یک برگشت به نظر؟ اگه من ریزالت رو میذاشتم اینجا مثلا 100، خروجی چی برمیگردنه؟ هیچی. چرا؟ به خاطر اینکه این بولیان نیست، ایز بول داره میگه بولیانه. خب این عدد دیگه، اگه باز اذیت میشید وردام کنید، وردام بکنید ایز بول رو. با این ایز کلا با این ایزا شروع کنیم آشنا شده بعد نیست توی پروژه هاتون به کار میاد. فالس شد. چرا؟ چون ایشون اصلا از نوع بولیان نیست، ولی این خروجیش چیه؟ بولیانه. من میگم یه تروه، این یکم چاپ کرد. چرا؟ چون خروجیش از نوع در واقع اینجا ایزبول رو ببینید. حالا به مرور زمان شما دیگه باید شروع کنید به اینکه بفهمید یه تابع چی هست. داره میگه تابع ایزبول فایند، میگه آقا پیدا میکنه و یه خروجی رو به شما برمیگه. اینجا نیومده بگی که از چه نوعیه، ریترن میکنه ترو اگر value is bool false otherwise. اگر میگه بولیان باشه ترو برمیگردونه. خب که حالا عدد برگردون، ترو برنگردون، نگاه کنین عدد یک برگردون. میبینی عدد یک برگردون. حالا اگر اینجا مثلا تو استرینگ بذاری چی برمیگردونه؟ صفر. صفر رو نشون نمیده. مثلا اینجا شما اگه برگردید بگید 10 بزرگتر از 5، خب این حتما خروجیش از نوع بولیانه دیگه، یک برمیگردونه. یا اینجا اگه بذارید مثلا 10 ممیز 5 5 5 5 این فلوته، هیچی برنمیگرده. اوکی فهمیدید اون ایزبول چیکار میکنه؟ تابع ایزبول در واقع میاد تشخیص میده که این بولیان هست یا نه. خب ما اومدیم اینجا بحث این رو فهمیدیم و داستان رو فهمیدم به چه شکل. اگر من اینجا اند یه دونه بذارم این یعنی چی؟ ورداف میکنم دالر ریزالت. مقدار صفر برگشت. چرا؟ اولا توضیح دادم اینا تو جاوا اسکریپت. این اصلا دقیقا اند بی تیه، اون اند اصلی. با اون میگن اند سمارت یا باهوش، به این میگن اند بیهوش. واقعا اند بیهوش ها کمهوشه. آها یادتون باد، به اینا اند کمهوش میگن. اگه فهمیدی چرا؟ کلن میاد اکسپرشن رو حساب میکنه، در صورتی که اگر اند واقعی باشه. خب اینو ما تو جاوا فهمیدیم داستانش دقیق چه، تو جاوا خیلی قشنگ میشه خروجیشو فهمید. نگاه کن اینجا صفر باشه
و کلا اینجا هم یه اند باشه دیگه نمیره تا آخر اکسپرشن رو حساب بکنه. چرا؟ صفر تو هر عدد صفر دیگه. خب در صورتی که این چیه؟ میره حساب میکنه و خروجیش دیگه بولیان نیست، عددیه. نگاه کن صفر. حالا اگر میومد اینجا، اگر اینها خروجیش به این صورت بود، یعنی الان کلا تروه، خروجیش میشه یک، بولیان نیست. ببین این از نوع اینتیجره. چرا؟ چون از اند بی تی استفاده. ببین میگن اند بی تی، اند بی تی، اند بی تی چیه؟ شما حالا زیاد الکترونیکی نه اوکی نیستید، فقط من یه کوچولو توضیح بدم. کامپیوتر باینریه دیگه، یک 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 یک، مثل باینری، صفر صفر یک یک. اینه بهتون بگن ضرب بکنید بهش میگن اند بی تی. هر بیت رو با بیت خودش ضرب میکنه، یک ضرب در یک یک، یک ضرب در یک یک، یک ضرب در صفر صفر، یک ضرب در صفر صفر. خب این معادل ریاضیش میشه 15، این هم معادل ریاضیش میشه چند؟ 3. خروجیش شو 3. هرگاه اند بی تی میکنید به مینیموم ترین عدد تبدیل میشه. حالا میگم اصلا مهم نیست، مهمه ها، ولی توی برنامه نویسی هایی که ما انجام میدیم مهم نیست، این هم بیشتر برنامه الکترونیکه. خب پس ما اولا هیچ وقت از این اند استفاده نمی کنیم تو پروژه همون ها، یا اور تکی، این هم میگه اور بیتی. ما یا اور دابل یا اند دابل استفاده. اوکی بریم در مورد این اعداد باینری و هکس هم صحبت بکنم. آه نیاز نیست بدونید، فقط من یه اشاره میکنم، یه وقت یه جا دیدید سپرایز نشید. اعداد باینری رو یه صفر بی می نویسید، صفر بی یعنی باینری، یک یک صفر صفر. اعداد باینری اعدادیست که بین صفر و یک. این الان چیه؟ مهم نیست، تو وردام بگیر یا اکو کن، اکو کن دالر ایکس رو، میگه عدد 12. اگر بیاد اینجا بزنی 12 رو برای چاپ میکنه. چرا 12؟ برو بخون در موردش، برای من مهم نیست که در واقع بیاد اینا رو تجزیه تحلیل بکنی. الان مثلا من اینا رو برسم یک یک میشه چی؟ میشه 15. اگر بیاد اینجا ایکس بزنی میشه عدد هکس. هکس چیه؟ بین 0 تا 15. یعنی من اف اف بزنم انگار 4 تا 1 گذاشتم، 8 تا بیت میشه 255. بازم مهم نیست، فقط میخواد بدونید که اگه یه وقت یه جا اینجا بی گذاشته بودن، یعنی باینری ایکس گذاشته بودن، عدد هکس. خب بیایم اینجا فقط اند بی تی و اور بی تی رو میخوام معرفی کنم ردشون بریم. اگر اینجا دالر ایکس داری، صفر ایکس اف اف داری، اینجا دالر مثلا ایگرگ داری و داری صفر ایکس صفر اف، این چیه؟ این هست یک 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 یک، این هستش چی؟ صف 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 صف. باشه من چیز چی بزنم، هستش صف 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 یک 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 یک، درسته؟ خب حالا من میام اینجا واقعا اند بی تی میکنم، میگم اکو دالر ایکس اند دالر ایگرگ، این چند میشه به نظر؟ یک 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 ها ضرب در صفر بشن چی میشه؟ صفر. یک 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 ها میشه این، میشه این عدد دوباره، میشه خود همین. این عدد چیه؟ 15. اورش چی؟ اورش میشه ماکسیموم عدد. اینا رو به همین دوتا رو بدونی بسته، یعنی بیشتر از این ما نداره. شون یعنی الان دالر ایکس پایپ دالر ایگری، یعنی جمع کن میشه ماکسیموم عدد 255. قانونه، قوانین الکترونیکه. حالا بیا اینجا برمیگردی میگی دالر ایگری، خب به میگن شیفت،
دالر ایکس یعنی چی به نظرتون؟ صفر برگرد. بیارم اینجا فقط میخوام از روی یه داکیومنت بزنم بیاریم، نمیخوام تمام توضیح بدم. دالر ایکس مثلا شیفت دالر ایگرگ مثلا دالر ایکس، یا ببینیم این معنیش چیه. میگه what does x مثلا این y mean کوئرا با کوئرا.com، یا حالا ماتماتیکس رو اوور انهانسش در واقع اکسچنجش انهانس چشم هم این چپ چپ میام اینجا میاید اینجا داره به ریاضیات اشاره میکنه میخواد نه اینم که فیلتره. بذار من یه لاجیکال بنویسم. من میخوام یه ریز توضیح بدم برم. این لیست لاجیکال سیمبول آی بی ام لاجیکال آپریتور اند و جاوا اسکریپت یاره توضیح ریز میده یا نه. خب ببین اور ترو یا فالس، اور ترو یا فالس صحبت کردم در موردش، میاد به این صورت. باز اور میگه اول نها کن، اینجا داره میگه find the first true value، یعنی اولی رو دید یکه چکار میکنه؟ خروجی رو true برمیگرد، همون چیزی که ما هم صحبت کردیم. حالا and و میاد اینجا and find the first true و false و اینا منظورش false رو برمیگرد، یعنی اولی صفره چی میشه؟ false رو بهت برمیگرد دیگه. ترکیبش که اومده اینجا قرار گرفته این چیه؟ اینو ما تو ریاکت خیلی ازش استفاده میکنه. میاد اینجا بررسی میکنه مثلا x بزرگتر از صفر، میگه بله خب یعنی اینجا ترو شده خب و اینجا این میاد اجرا میشه. don't replace if with مثلا or فلان، میگه people use and میگه در واقع از این استفاده بکن اپراتور، و میگه شورتش در واقع چجوریه، بیا آقا این شکلی استفاده کن. بجای که من میام در واقع این رو حالا بهتون جلوتر این رو توی ایف بررسی بیشتر میکنم متوجه بشه. نات معکوس میشه ریورس میکنه ترو فالز، و بیایم دیگه ببینم مدل چی داره. همین اومد اینا رو در واقع بررسی کرد و بهتون گفتش. ببینم نشون میده این رو. بذار من جاوا اسکریپت دابلی توی اسکول بزنم. اینجا یه ماس داره، اینجا اپراتورها، همین چیزایی که گفتم تو چیز هست. این ترنر اپراتور رو بعد برش بهتون درس میدم، و این اند اور نات تایپ آف چی؟ این اند. ببینید چه اتفاقی افتاده. ببین همین کاری که من کردم، مینیمم ماکسیمم نات، حالا مال چیز ناتش این شکلیه. بگو جی اس بیا ببین برای پی اچ پی هم این جواب میده یا نه. حالا من میام اینجا برمیگردم میگم که این مقداری که اینجا هست، من این رو حالا این چیزه دیگه 255 خودمونه، نات این چجوری میشه؟ یعنی همه یک ها رو تبدیل کن به صفر، بهش میگم مکمل یک. خب اکو حالا دونستنش خوبه. مد مثلا دالر ایکس بیاید اینجا میشه چی؟ منه 256 اومد ساین دار نگاه که علامت دار نگاه که همه رو صفر کرد، اون انتهاش صفر باشه میشه منهای در واقع معدد. حالا مهم نیست، فقط بدونید چی هست. این چیه؟ ایکسور اصلا مهم نیست. ایکسور چیه؟ ایکسور عدد فرده. خب یه مقدار ایکسور میکنیم مثلا 5 ایکسور 1 میاد چه اتفاقی میفته؟ میشه 4. چرا؟ اینجا یه یک داره، اینجا یه یک داره، همتراز هم دیگه است. یک ها تعدادشون زوج بشه میشه 0. فقط توضیح بدم چی هست. حالا دیگه ما اومدیم تو الکترونیکی یه کوچولو بگم. و
مثلا یک 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 صفر، مثلا صفر صفر یک، این دوتا رو میگن ایکسور کنید. هرگاه ایکسور حته قیافش، هرگاه تعداد یکاتون زوج بشه خروجیش میشه صفر. الان اینجا چند تا یک داری؟ دوتا، میشه صفر. چند تا یک داری؟ یه دونه. چند تا یک داری؟ یه دونه. این عدد بوده هفت، تبدیل شد به چی؟ به شیش. چرا؟ چون باید با عدد یک ایکسور شد. اگه با عدد دو ایکسور میشد مثلا میشد پنج، اگه با عدد چهار ایکسور میشد میشد عدد سه. حالا کار ندارم، ایکسوره میاد اینجا این عملیات رو انجام میده. فقط ریاضیات چه کوچولو دوزه. این بهش میگه شیفت چپ، آب لفت چیپ شیفت در واقع. بیام اینجا بهتون نشون میده، ممکنه تو پروژهاتون به کار بیاد، ممکنه، یعنی یه دفعه یه اتفاقی رو میخواید رخ بده، عملیات در واقع چند برابر شدن پیاده بشه، ممکن استفاده بکنه. این عدد پنجه، خب میگم شیفتش بده از سمت، این بهش میگم شیفت سمت چپ، یه یک بهش اضافه بکن. این رو یه شیفت بدید به سمت چپ، اینجوری میشه یک صفر یک صفر. خب یه دونه گذاشته، گفته یه شیفت بده پنجه، یه شیفت بده این ور، یه صفر میاد جای این شیفت جدیدش میشینه. نگاه کن، چیزی هم که خودش گفته، گفته پنج رو یه دونه شیفت بده به سمت چپ. پنجه چی شده؟ یه جای اون شیفت جدیدش صفر اضافه شده. من میام اینجا الان میبینم، اشتباه کن، به طور مثال اینجا من باینریشو میزنم یک صفر یک صفر، این هم اینجا برمیگردم میگم که بیا داره ایکس رو شیفت سمت چپ بده. این عدد میشه الان چی؟ پنج بود دیگه. اگه من بیام اینجا باید ده برگردم، ببین ده. حالا من میگم دو تا بده، خب میشه یک صفر یک صفر صفر. خب این چیه؟ این چهار هشت شونزده، این شونزده، این هشته، این چهار جمعش میشه بیست، میشه چند برابر؟ چهار برابر شد بیست. خب الان سه بدین، این میشه هشت، این میشه چند؟ 32 میشه چند؟ 40. داره چه اتفاقی میفته هر سری؟ دو برابر داره میشه هر سری. با هر بار شیفت چپ دادن همینجوری میسازن ریاضیات تو الکترونیک دیگه، با هر بار شیفت چپ دادن مقدار قبلی رو دو برابر داره میکنه، تو مبنای دو برده داره دو برابرش میکنه. الان مثلا اگه من بذارم اینجا دوباره یه صفر دیگه بدم، این میشه چند؟ این میشه دو، این میشه چهار، این میشه هشت، این میشه شونزده، این میشه سی و دو، این میشه شصت و چهار. شصت و چهار و شونزده میشه هشتاد. حالا یعنی من اینو بدم چهار، این میشه هشتاد. معکوسش هم داره، معکوسش کوچیک میشه دیگه، تقسیم میشه. تقسیم ضرب رو اینجوری درست میکنه، شیفت به چپه، تقسیم رو شیفت به راسته. من اینو میام میکنمش شونزده، این میشه عدد 16، نه این 8 16. خب الان دارم میگم 16 رو یه شیفت بده به این ور، میشه چی؟ میشه 1 0 0 0 0، این درسته، یه دونه بدیش این ور یه صفرش کم میشه، میشه 1 0 0 میشه 8. چی میشه؟ میشه 8. دو تا بده 4، سه تا بده 2 2، چهار تا بدم یک. این هم به خاطر اینکه سوالی که ایشون پرسید، شیفت و چپ و راست رو پرسید، من اومدم در واقع پیاده شدم. این هم به این صورت. استاد اگه این بر یک باشه چی؟ کدوم بر؟ مثلا اون ده هزاری که نوشتی یک باشه. آره 17 چی میشه؟ گرد میکنه به سمت پایین، 17 دیگه، تقسیم بر دو میشه 8 ممیز خورده، گرد میکنه پایین. اوکی؟ آره اوکی، مرسی. خب کاملا بحثای ابتدایی پی اچ پی تموم شد. ما استرینگ، اینت، فلوت، بولین، بحث نال، بحث کامپیرها، اپریتورها،
بزرگتر کوچکترها، بحث لاجی کال، بحث باینری رو همه رو انجام دادیم. بعد از بریک که اومدیم یکی بحث ترنریه اپریتور رو باید بگم، یکی هم بحث ایزها کلن ایز ولیو داریم، ایز بولین داریم، اینا رو میخوایم بررسی بکنیم وارد شرط ها بشیم.